واکنش ها در برابر هشدار طالبان بر افزایش حملات بهاریشان، ISAF بر بلند رفتن توانایی نیروهای امنیتی افغانستان در برابر طالبان تاکید می کند. و نگرانی ها از افزایش اخاذی های غیر قانونی در گذرگاه سالنگ ها. 7 کارمند حفظ و مراقبت این گذرگاه به اتهام گرفتن پول از راننده ها بازداشت شدند. به نام خداوند یکتا و سلام بر شما. به برنامه خبری جهان در شش خوش آمدید. امروز یک شنبه 8 ثور سال 1392 خورشیدی برابر است با 28 اپریل سال 2013 میلادی. من فواد امان هستم. ISAF در واکنش به اعلام عملیات بهاری طالبان میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان از توانایی خوب برخوردار هستند و می توانند به حملات طالبان پاسخ دهند. مقام ها در وزارت دفاع ملی نیز میگویند که ارتش افغانستان از لحاظ کمی و کیفی تا سطح قابل ملاحظه رشد کرده است و این ارتش می تواند امنیت کشور را تامین کند. از سوی هم کارشناسان نظامی کمبود نیروهای هوایی و توپخانه‌ای را از چالش‌های جدی سر راه این نیروها می‌دانند. با گرم شدن هوا در میان اوج نگرانی‌ها مبنی بر افزایش ناامنی‌ها در کشور، طالبان با نشر اعلامیه گفتند که عملیات بهاریشان را به نام خالد ابن ولید در سراسر افغانستان سر از تاریخ 8 ثور آغاز می کنند. اما وزارت دفاع و ISAF از توانایی نیروهای افغانستان برای دفع حمله های هراس افغانانه طالبان اطمینان می دهند. چنانچه ISAF رشد نیروهای امنیتی افغانستان را چشمگیر و دور از انتظار می داند. نیروهای امنیتی ملی افغانستان قوی تر شدند. آنها قدرت گرفتند و نسبت به انتظارات ما بیشتر رشد کردند. با عنوان مثال در گذشته آنها انگام انجام عملیات گسترده متکی به حمایت ISAF بودند. اما آنچه را که ما اکنون میبینیم این است که این نیروها به گونه مستقل کار میکنند و قادرند تا 80% عملیات ها را در افغانستان برنامه ریزی، رهبری و انجام دهند. در این میان مقام ها در ارتش کشور نیز تاکید میکنند که نیروهای ارتش ملی از لحاظ کمی و کیفی به حد کافی رشد کردند و میتوانند امنیت را به گونه بهتر تامین نمایند. کمیت به حد نیایی خود رسیده و از لحاظ کیفیت هم ارتقای قابل ملاحظه کرده که ما شاهد بیش از 85% عملیات های مستقلانه از طرف خود اردوی ملی افغانستان در افغانستان هستیم. کمبود نیروهای هوایی و توپخانه‌ای در ارتش کشور از نگرانی‌های جدی محسوب می‌شود. چنانچه هفته گذشته رئیس ستاد مشترک ارتش کشور در مجلس سنا گفت که برای تکمیل این کمبودی تلاش می‌شود. حال هفته دی وزارت خارجه لاریم روانیدی، دی وزارت دفاع لاریم روانیدی، مون صرف د تنوی ناس چې امریکا مون تصرا کوي یا ISAF منتصر کیږي که مون پغی پویدلیو چې مون غواړه نرکی. این در حال است که قرار است تا چند ماه دیگر مرحله چهارم انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغانستان آغاز شود. مخالفان سیاسی حکومت میگویند که رئیس جمهور کرزی تصمیم دارد تا قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را از سوی دادگاه عالی رد کند. آنان تاکید میکنند که رئیس جمهور کرزی این قانون را برای مشوره به دادگاه عالی میفرستد و از آن طریق آن را رد میکند. به باور آنها رد قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات استقلالیت این کمیسیون را صدمه میزند. در صورتی که این قانون عملی شود، از صلاحیت های رئیس جمهور کرزی در گزینش کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات کاسته خواهد شد. دست کم در روز پیش قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات از سوی شورای ملی تصویب و برای توشیح به رئیس جمهور کرزی فرستاده شد، اما همکنون در محافل سیاسی نگرانی های به وجود آمده است که رئیس جمهور کرزی تلاش دارد تا این قانون را به دادگاه عالی برای مشوره بفرستد و از آن طریق آن را رد کند. گمان زنی هایی است که ممکن است ایجاد داده شود و ستر محکمه و اگر هیانه و کار صورت گرفت یقینا واکنش احزاب سیاسی همی خواهد بود که ما به هیچ وجه نمیتونیم بپذیریم، به خاطر اینکه بحث اساسی در کمیسیون مستقل انتخابات استقلالیت کمیسیون است، بی‌طرفی کمیسیون است. کرزی دو هدف داره. از یک طرف علاقمندی داره که مطابق به فرمان تقنینی خود انتخابات برگزار بکنه که خیانت ملی و جفای ملی پنداشته میشه، و از طرف دیگر قاضی القضات
مشروعیت نداره، به خاطر که دو سال از ماموریت از او تکمیل شده، هر نوع فیصله و تصمیم قاضی القضات قابل اجرا نیست و تمام فیصله هاش نامشروع است. از سوی هم رئیس تقنین مجلس نمایندگان رد قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات از سوی دادگاه عالی را غیر قانونی میداند. اعضای استرم که در اینجا من یقین دارم که ایراد رد میکنن که مطابق قانون اساسی نیست. یک، خود جوان دو تابعیت استی بس استگه. شکایاتر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی صلاحیت داده به خود قوه مقننه که چه تصمیم میگیرن. این که برای خود میگیری فیصله شهادتت حکمت برای خودت هست. در قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت های بررسی تقلب های انتخاباتی به کمیسیون شکایت انتخاباتی واگذار شده و از صلاحیت های رئیس جمهور کرزی در گزینش کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات نیز کاسته شده است. با وجود تلاش های زیاد خواستیم که دیدگاه ریاست جمهوری و یا اداره امور را داشته باشیم، اما آنها در این باره ابراز نظر نکردند. والی لوگر میگوید که ممکن طالبان 11 سرنشین چرخبال ترکی را به منطقه کرم ایجنسی پاکستان انتقال داده باشند. ارسلا جمال میگوید که تلاش های آنان برای ردیابی سرنشینان این چرخبال به نتیجه مانده است. از سوی هم شمار از فعالان مدنی میگویند که در این رویداد حلقه های از دولت افغانستان که با گروه طالبان معامله گری میکنند دست دارند. نظیفه محبوبی جزئیات میدهد. یک هفته از سرنوشت 10 سرنشین چرخبال ترکی که در ولایت لوگر از سوی طالبان به گروگان گرفته شدند می گذرد. اما به نظر می رسد که تلاش های نهادهای امنیتی کشور برای جستجوی سرنشینان این چرخبال ناکام بوده است. در حالی که طالبان با فرستادن نامه‌ای به رسانه‌ها مسئولیت گروگانگیری سرنشینان این چرخبال را بر عهده گرفتند، اما ولی لوگر به پذیرفتن را بودن این سرنشینان از سوی طالبان بی باور است. یا به درای تنگ که منتهی میشه به ولسوالی اسارک ولایت ننګرهار و از اونجا به اسارک برده باشن و یا از این نقطه که به خود از منطقه لکرای کوتل لکرای به طرف کرم ایجنسی میرن، یا ممکن از اون را بتمن، چون دو نقطه نزدیکترین نقاطی هستن و تاکی بتانن یه افراد در یک جایی به ذهن خودشان یا بس فکر خودشان در جای ما مطمئن و نگاه کنند. ما فقط به مقدر با این همه وزارت امور داخله با ما در این باره گفتگو نکرد. در همین حال فعالان مدنی به این باورند که گروگانگیری سرنشینان این چرخبال ممکن معامله هایی را برای باجگیری طالبان از خارجی ها میان گروه طالبان و حلقه های سوی دولت افغانستان به همراه داشته باشد. باور ما به این است گاه گاهی که افراد در درون دستگاه های دولت هم ممکن به خاطر باجگیری های زمینه سازی کنن برای زیاد. شما همین اختلافی که امروز بین رئیس شورای ولایتی و والی لوگر در مورد زیاد وجود داره، خود از جهانی از سوال ها را برای آدم به وجود میاره که چگونه زمینه سازی ها صورت میگره و اینا در یک منطقه با مخالفین میره و مخالفین هم در مسیر بسیار طولانی راه های زیر پیدا میکنه که اینا را دو طرف سرحدات افغانستان انتقال بده. به گفته ولی لوگر این چرخبال هنگامی که از ولایت خوست به سوی کابل در پرواز بود به علت خرابی هوا در منطقه دره منگل ولسوالی ارزه ولایت لوگر نشست اضطراری کرد و پس از آن این چرخبال از سوی طالبان به آتش کشیده شد. طالبان سرنشینان این چرخبال را که مشمول 7 مهندس ترکی، 2 پیلوت روسی، 1 شهروند ارجنتاین و 1 ترجمان افغان هستند با خود بردند. طالبان در بدل رهایی سرنشینان این چرخبال تا اکنون خواستی را به دولت افغانستان مطرح نکردند. در همین حال فعالان مدنی نشست اضطراری و به گروگانگیری سرنشینان این چرخبال از سوی گروه طالبان را پرسش برانگیز می دانند. رانندگان موترهای باربری در گذرگاه سالنگ کارمندان حفظ و مراقبت این گذرگاه را به گرفتن پول متهم می کنند. این رانندگان می گویند که کارمندان حفظ و مراقبت سالنگ ها اگر از آنان پول نگیرد اجازه رفت آمد برایشان را نمی دهند. از سوی هم مسئولان حفظ و مراقبت سالنگ ها نیز این مسئله را تایید می کنند. نظرالدین مصلح از گذرگاه سالنگ ها این گزارش را تهیه کرده است. این موترهای باربری است که از چند روز به این سو در گذرگاه سالنگ گیر ماندند. رانندگان آن میگویند تا زمانی که به قوای کار پول ندهد اجازه رفت آمد برای آنان دادن نمیشود. موترهای سراچه خورد می آورد، دو تا سه تا تیر میکنند، از اینجا میشناسند، شناخت دارند،
با بانه و تلفون میکنن و هتلی هم میاد 4-5 تاره میبره بنام از اینکه ایشون آسایم از دمدان و هتل خوکنان من بخواد. دلیلش اینه میست که راوبندی از بیا در سرکا بند از سالنگی ها تیر میشه پاکستانی پیسه میه تا پیسه میگیره تا او رو میمونه که بره. گرفتیم گریان کردیم خجالت نیم میکشیم وقتی که خود نشان بدیم در موتر خود پنهان میکنیم نشان نمیدیم برای کس که ما ولی هستیم. میگن موتر کی هست؟ میگن که ولی جب خودش نیست بادیگاهداش هست میره مگه دقیقا خدا خودش هست خودش کجاست؟ این هم صدها موتر دیگر باربالیست که از منطقه جبل سراج تا نزدیکی قبر کلینر نو شب را در راه گذرانیده اند. رانندگان می افزن افزون برای آنکه چندین هزار افغانی داده اند تا به اینجا رسیده اند. از سوی دیگر مورد لطکو با افراد حفظ مراقبت سلنگ ها قرار گرفته اند. موتر مسلف نمیزد مانده از راه گوشم بود و محمد میزنه شیشه را میده کده این قدموش در کلیم زده داو میزنه میگه چرا نمیری؟ موتر خود سلنگا که باشن و تیر میشه ما نمیجه قرار است ما اگر برم پیش برم شیشه را میده میکنه لطو کوک میکنه موتر و نارا چه موش رای لکری در داغ زای پری لس رو جز موش کیزه چه موش رسیدلی داغ زای ورز مرا قبول بکو گرفتم تقریبا 10 تا 15 موتر که کلگیشان گومیش بار بودن کلگیشان از بین رفته بودن آرام شده بودن گواشان مرغو از بین رفته بودن موترای کینه و مالتا و دیگه سبزیجات کاملا از بین رفته بود. با این حال جنرال رجب مسئول حفظ مراقبت گذرگاه سالنگ میگوید که به تازگی 7 تن را به اتهام گرفتن پول از مردم بازداشت کرده است. او میگوید این افراد با استفاده از لباس نظامی و جنگ افزار اقدام به این کار میکردند. هفت نفری که از مردم پیشتر عرض کرده مردم ملکی بوده با استفاده از لباس نیروهای دولتی نه از ما نه تنها از ما شاید از سایر نیروهای دولتی با استفاده از او از لباسشون این کارو میکردن موتر رو انتقال میدادن میبردن خب بالاخره تونل سالن خوب بسته است بردن ازم تا کجا رو بود 5 کیلومتر پیشتر بره استفاده بکنم پول بگیره. بندش راه نیز از مشکلات دیگر است که مسافران به ویژه کودکان، زنان، بیماران و افراد مستون مسافر را سخت متاثر ساخته است. مسئولان در این گذرگاه پیشنهاد میکنند که حکومت برای فراهم سازی زمینه ایجاد تسهیلات انتقال کالاها از کشورهای آسیای میانه به دیگر کشورها و رفت و آمد باشندگان 9 ولایت شمالی باید راهی بدیل سالنگ را در نظر گیرد. امروز 8 ثور برابر است با 21 سال روز ورود مجاهدین به کابل و سقوط دولت دکتر نجیب الله. مجاهدین در روز 8 ثور سال 1371 هجری خورشیدی پس از 14 سال جنگ با ورود به شهر کابل اعلام پیروزی کردند. همه ساله از این روز در افغانستان از سوی دولت به ویژه مجاهدین بزرگداشت میگردید، اما در 2 سال اخیر به دلیل آنچه ناامنی ها دانسته می شود از 8 ثور به گونه گسترده بزرگداشت نمی شود. هفتم و هشتم ثور دو رخداد تاریخی پیهم اما متفاوت و تاثیرگذار در تاریخ افغانستانند. هفتم ثور پایان حکومت محمد داوود و هشتم ثور پایان حکومت دکتر نجیب می باشد. هرچند از هفتم ثور به عنوان آغاز جنگ های طولانی در افغانستان یاد می شود، اما هشتم ثور نیز آنگونه که در گزارش ها آمده است به دلیل مداخله کشورهای همسایه جنگ های شدید داخلی را در پی داشت. برخی ها به این باورند که جهاد مردم افغانستان برحق بود، اما مداخله سازمان های استخباراتی کشورهای همسایه نگذاشت تا مردم افغانستان به آرزوهایشان برسند. در هفت ثور نظام و دستگاه بر علیه مردم استعمال شد عمدن و قصدن، و بعد از واقع هشت ثور دستگاه و رهبری اشتباهات سیاسی را مرتکب شدند، با هم درگیر شدند و این درگیری داخلی باعث یک سری از ناهنجاری ها شد که سبب آزار و اذیت مردم افغانستان شد و اهداف جهاد متاسفانه متحقق شده نتانست. توطیه که در قبال حکومت مجاهدین بود، این توطیه تنها مربوط برای موضوعات تقسیم قدرت و این و هان و حرف و گپ که میگن، این قطعا نیست. توطیه عمق توطیه از بیرون کشور بود. اما جنای دیگر که مربوط به حزب دموکراتیک خلق در گذشته بودند، با پذیرفتن اشتباهات رهبران حزب دموکراتیک مجاهدین را نیز متهم میکنند که جنگ های خانگی را رشد دادند. هر سی سال حکومت فکر کردن که حال دیگه ما میتونیم، یا از هفت ثور هم ناموختن یا هم که آمدن نتنایی که نتونستن امون نظامی که به دستشان افتاده بود امور حفظ انکشاف بتن، بلکه رو حفظ هم کردن نتونستن. در این میان اما افراد دیگری که نظارگر هر دو جریان سیاسی در افغانستان بودند تعبیر این گونه از اوضاع دارند. هفتم ثور آغاز مصیبت بود و هشتم ثور که چند سال بعد از او تجلیل شد به نام موفقیت مجاهدین، ادامه از او
بدبختی بود که یه وزیزی که بدبختی های مرحله اول رو کلی از بین ببره و ملت افغانستان که بسیار با شجاعت و بسیار با خیراندیشی مقاومت کرده بود، مبارزه کرده بود و دفاع کرده بود از نمامیس ملی و از کشور خود و از عقیده خود، یه وزیز که او را برای بالای زخمایشان دل مرهم بانند که التیام بپذیره، برعکس جنگ قدرت شروع شد، خانه جنگی شروع شد. با تمام اینها، هشتم ثور روز پیروزی جنگ 14 ساله مجاهدین علیه تجاوز شوروی سابق در افغانستان بود که منجر به سقوط آخرین رئیس جمهور حزب دموکراتیک خلق یعنی دکتر نجیب الله شد. 4-5 سال اخیر پس از حمله گروهی از مهاجمان مسلح به محفل بزرگداشت از هشتم ثور در سال 2008 در کابل، از این روز آن گونه که در سالهای گذشتهش بزرگداشت صورت می‌گرفت، بزرگداشت نمی‌شود. امسال نیز مانند سال گذشته محافل کوچکی در گوشه و کنار افغانستان در بزرگداشت از هشتم ثور برگزار شد. با گذشت یک هفته هنوز هم هتل هایی که مالیه هایشان را به دولت نپرداختند از سوی وزارت مالیه بسته نشدند. قرار بود 5 هتل و رستوران به علت فرار از مالیات از سوی وزارت مالیه بسته شوند، اما در حال حاضر این هتل ها فعال هستند. وزارت مالیه میگوید که به مالکان این هتل ها بار دیگر 5 روز مهلت داده شده است تا مالیاتشان را بپردازند. تمیم شهیر گزارش می‌دهد. رستوران های بکیچو، روشن مارکوپولو و تالار های روسی ممتاز محل، قصر پاریس و شام پاریس از 3 تا 5 سال مالیه هایشان را به دولت افغانستان نپرداختند. در روز پیش وزارت مالیه به مالکان این هتل ها و رستوران ها هشدار داد که اگر تا 3 روز دیگر مالیه هایشان را نپردازند بسته می شوند. دوست لپارموک عملا دری ورځې وقت ورکړی او د مطبوعات لپاره ورته دری ورځې وقت ورکړو تر څو خپل مالیات دغه 15 هوټلونه چې د روشن مارکوپولو، ممتاز محل، قصر پاریس، شام پاریس او بوکیچو هوټلونه دي، دوی درشي او خپل اظهار نامه دیده که کری او خپل مالیت پرداخت کری. همکنون در روز از هشدار وزارت مالیه میگذرد، اما تصاویر نشان میدهد که این هتل ها و رستوران ها همه روزه محفل های عروسی دارند و فعالیت هایشان متوقف نشده است. به نظر میرسد وزارت مالیه نتوانست این هتل ها را بسته کند. سخنگوی وزارت مالیه میگوید که به علت حمایت بخش خصوصی 5 روز دیگر برای این هتل ها مهلت داده شده تا مالیه هایشان را بپردازند. در غیر آن هتل هایشان بسته می شود. ما روز سه شنبه آینده اما 5 روزشان خلاص میشه و اگر اونا تا روز سه شنبه آینده را اونا مراجعه نکنن، عملا با تیم مطبوعات با کارمندان وزارت مالیه میرن و یه هتل مذکوره که برتان یاد کردیم اینا رو ملاک میگیرن. خواستیم دیدگاه مالکان این هتل ها را نیز داشته باشیم، اما مسئولان آن حاضر به گفتگو با ما در این مورد نشدند. این هتل ها و رستوران ها از 3 تا 20 میلیون افغانی مالیه هایشان را به دولت نپرداختند. اکنون معلوم نیست که آیا وزارت مالیه می تواند این بار مالیه های هتل ها و رستوران ها را جمع آوری کند. پیش از این گزارش پژوهشی تلویزیون یک نشان می‌دهد که در 9 ماه سال 1390 هجری خورشیدی نزدیک به 9 میلیارد افغانی در 16000 محفل عروسی هزینه شده و به گونه میانگین هزینه یک عروسی در شهر کابل از 100000 افغانی تا 12 میلیون افغانی می‌رسد. نماینده چین در آسیای میانه برای گفتگو درباره روند صلح به فلسطین رفت. او در این سفر حمایت کشورش را از فلسطین اعلام کرده، میگوید که چین همیشه در صدد کاهش مخالفت‌های فلسطین و اسرائیل است. همزمان با این سفر امروز نظامیان اسرائیل نوار غزه را در پای موشک پراگنی‌های جنبش حماس مورد حمله‌های هوایی قرار دادند. دروازه قلعه اختیار الدین ولایت هرات به مناسبت هشتم ثور روز پیروزی مجاهدین برای مردم باز شده است. در این قلعه آثار تاریخی و صنایع ملی برای چندین روز به نمایش گذاشته شده است. این نخستین بار است که دروازه ارگ هرات برای مردم و گردشگران باز می شود. حالا مقام ها در ولایت هرات تصمیم دارند تا توجه گردشگران خارجی را به این قلعه بیشتر جلب کنند. رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید که سال روان خورشیدی را به نام سال آگاهی از بناهای تاریخی هرات نامگذاری کردند و تلاش دارند تا توجه گردشگران داخلی و خارجی را برای این ولایت بیشتر جلب کنند. این بود خبرها تا این ساعت. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. خداوند نگهدارتان.